خب مجبور هستم که برنامه رو با یک بیت شعر آغاز کنم، شعری که بارها و بارها شنیدید و بیشتر از خود من شنیدید. آنچنان خادم و خائن به هم آمیخته اند که جدا کردنشان کار خداوندان است. اما امروز معتقدیم این شعر مال سالها قبل بود، یه گفته شده بود، مشکل بود که تمیز داد و جدا کرد و سفید رو از سیاه تشخیص داد، اما دیگه امروز کار آسان‌تر شده، راحت‌تر میشه به این ارزیابی و این شناخت پرداخت که خادم کیست، خائن کجاست. واقعا یه کمی دیر شده، ولی باز میشه که در حقیقت در این مسیر رفت و به هر حال راه رو هموارتر کرد. عرضم به حضورتون که من بخوام اشاره کنم به یک نامه‌ای که یکی دو سه روز پیش از طرف حدود 30 نفر به اصطلاح مبارزین و سیاسیون مثلا اپوزیسیون ایرانی با آقای دونالد ترامپ نوشته شده، که اگه خوب دقت بکنیم عده ای از این افراد را لااقل به یاد میاریم که قبل از انتخابات آمریکا اینها از طرفداران پراپاقرص و جدی حزب دموکرات، یعنی سرکار خانم سرکار که چه از کنم، چون ما به هر خانم احترام میذارم میگم سرکار، اما خانم هیلری کلینتون بودن و بسیار بسیار در حقیقت اشتیاق داشتن برای اینکه ایشون بتونه در این مسیر و یعنی ریاست جمهوری آمریکا توفیقی به دست بیاره، که خب نیاورد. و یک مرتبه ورق برگشت و آقای ترامپ مطرح میشه. حالا مطرح شده، خیلی خوب شده، اما مشکل ما جای دیگه است که این 30 نفر افرادی که به عنوان اپوزیسیون و به عنوان در حقیقت سیاسیون حالا خارج از کشور ما نامه نوشتن با آقای ترامپ، مضمون این نامه این هست که آقای ترامپ اولا خیلی خوش اومدی به ریاست جمهوری و کاخ سفید، خیلی اظهار خوشبختی کردن از حضور آقای ترامپ در کاخ سفید. کی اظهار خوشبختی کرده؟ همون افرادی که در حقیقت خواهان خانم کلینتون بودن و خیلی سنگ ایشون رو محکم به سینه می زدن، اما حالا به هر حال داغوی آقای ترامپ هستن. و از اونا که بگذریم، تقاضای این گروه ایرانی را عرض میکنم، 30 نفر ایرانی تقاضای ملاقاتی کردن از آقای دونالد ترامپ که حتما حتما ما را بپذیرید، برای اینکه ما در مورد ایران مطالب بسیار گفتنی داریم، میخوایم با هم بدبستون بکنیم، حرف بزنیم و به خصوص روی مسئله مربوط به تحریم ها که حتما و مصرن باید شما این تحریم ها رو حتی خیلی بیشتر بکنید، حتی قرارداد برجام را لغو بکنید، اینها دارن صحبت میکنن. حالا داشته باشید فعلا این رو. افرادی که عضو این 30 نفر هستن، مثلا یکی از این افراد آقای احمد باطبی است. احمد باطبی که یکی به عنوان یک روز یکی از پیشکسوت های مبارزه گره، بله مبارزه، بفرمایید این اصلا عکسی که دیگه اصلا ایشون رو این عکس در حقیقت مطرح کرد، اما غافل از این که داستان چیست، مأموریت کجاست و به چه صورتی داره کارها پیش میره و انجام شده و کماکان هم البته و آخرین مرحلهش مرحله تماس با آقای ترامپ هست با حضور مثلا آقای باطبی. کدوم آقای باطبی؟ همون آقای باطبی که زندانی سیاسی است در ایران، بعد به هر حال میاد به خارج از کشور، اما طولی نمیکشه که شما در یک صحنه ایشون رو میبینید. این صحنه حالا در لپتاپ بوده، در کامپیوترش بوده، اینترنت بوده، به هر حال میارن بیرون و بیرون میاد که الان ملاحظه میکنید که داره ایشون، همون شخصی که میخواد با آقای ترامپ تماس بگیره و در مورد ایران دلسوزی بکنه، میبینیم که با بازجوی خودش، بازجویی که در مدتی که در زندان بوده در حقیقت بازجوی آقای باطبی بوده، چگونه با هم میلاسند. و شما هم امروز شاهد این لاسیدن خواهید بود تا بعد از اون برسم به اینکه کجا امروز میخوایم بریم. خیلی مهمه. لطفا آقای شورتی. Hi, my name is Allison Foster. I'm 24. I'm an American girl, an American taxpayer. Today is December 20th, 2012, so tomorrow might be the end of the world. If it's not, I might make another video. Let's see how you like this one.
Lately, I've been researching something that bothers me. I didn't know how to get my message across, because not a lot of people know about it, but I thought that I'll just use the technology that's available to all of us and something that everyone uses. I don't know how much you know about the Voice of America Persian News Network, but it's becoming a huge problem for American taxpayers because the employees are all funded by us, and the Persian News Network is supposed to be a great tool for public diplomacy to the people of Iran. Supposed to be informative and just give a good description of how democracy works, how America works. Problems and enormous waste at VOA PNN. The American citizens and policymakers deserve to know what's going on in this very important organization and how we can fix it and save our tax dollars. Let's listen to this conversation now. You can find a full English translation on www.voapnnwatchdog.com. God bless you all, and God bless the United States. قربانت خوبی ببخشید تو به اون گوشی زنگ زد میشنوی صدامو؟ آره چا بودی الان بهتر شده. آره نه این سیم کارت تو این گوشی من خرابه. می‌خواستم بهت بگم یه دقیقه قطع کن دوباره بگی که سیم کارت عوض کن که قطع سری سیم کارت تو این گوشی گوشتم که صدا بهتر میاد. خوبی؟ الان خوبه، صدات خوبه. الان خوبه، خوب بسیار. قربونت شما چطوری؟ منم خوبم شکر خدا فعلا که هنوز زنده ایم. جان؟ اونجایی که هنوز اونجام دیگه آره دیگه. الان نرفتی؟ نه حالا که فعلا چی شد برنامه گروه در 15 روزه میرم والا من گفتم در 15 روز صبر میکنم ببینم چی میشه حالا اینا فعلا که هستیم تا ببینیم چه نتیجه میشه از شما چه خبر؟ هنوز خبر جایی نشده؟ خبر جایی نه دیگه منتظر میرم بهم خبر بدن دیگه ببینم کی بهم میگن دیگه بود شما که روز آنجا مشغولیت چیه؟ والا مشغولیت هم که مشغولیت کامپیوتر است و کار نظامی میکنم و این کارا پس هم سرگرمی؟ آره دیگه من که وقت نمیگذرونم که کتاب میخونم و مشکل خط اینترنت هم نداریم؟ والا من با همین موبایلم وصل میشم این موبایل در واقع خطه چیده به لپتاپ وصل میکنم تقیقه لپتاپ وصل میشم به اینترنت واسه ساعتش خیلی پایینه ولی نگاه کداری در طول روزی چند ساعتی خوب میشه سرعتش چه خبر از شما؟ چی شد در اتون صحبت رو کردم؟ کدوم چه صحبتی؟ در خصوص چند تا قول معروف پیشنهاد بدم خب کدومشو بود دیگه من خب چه چیزشو کدوم چه جواب که شما پیشنهاد الان چه نه میدونم من فکر کردم الان چه چیزی تو مد نظرت چه پیشنهادی داری چه کاری شما الان باید بگید که الان با توجه به اینکه فکر نظر متمرکز کردی میتونی بگی مثلا این من اگر از این طریق کمکم کنی میتونم به نتیجه زودتر برسم یا زودتر نمیدونم مقصد برسم یا بنات چیه موندن رفتن برگشتن ببین بنای من بر اینه که ببینم فعلا این نتیجه چی میشه در خصوص این که یو این یه لحظه دیگه یه لحظه دیگه یه لحظه دیگه ببخشید جواد من این بر بیم صدای من اینو نشنمد منظرم میخوام چی این اون من اینجاستم صحبت رو بودم چی گفتی متوجه؟ بله شدم آره این بر میان تردد میکنم صدای منو میشنمد نمیخوام این بر بشنمد در اون تین رو تو خواهن در بسیم خب چی تو چه پیشنهادی داری برای من؟ ببین نه شما اونوز گفتی که من رو این پیشنهادی که شما میدید بررسی میکنم بعد این وقت آزاد دارم فکر میکنم من بعد حالا تو تماس که براشون من یعنی امروز با شما میگیرم یه روز زودتر روی این که حالا ما چه کمک میتونیم باید بکنیم یه این که نه به قول خود در نمید اینه که فعلا بمونی و منتظر باشی و تصمیم کسی دیگه برای بگیری من نمیدونم والا شما به جنبندی رسیدی دیگه آره نه به بمونی جنبندی نستم به خاطر این که اینجا اینا هنوز من جواب نه هم ندادن بعد نمیدونم حالا نتیجه چی میشه اینا منطقه من میخوام یه چیزی رو شفاف برای من توضیح بدی تو دقیقا کاری که برای من میتونی بکنی اگه من میخوام برم چه کار میکنی اگه میخوام برگردم چه کار میکنی برای من پاسپورت بخواهی میتونم بهت بدم که از اونجا بری خب
بخوای برگردیم که خیلی یاد کنه برگردی تو. خب من خب الان من برگردم دیگه پیگیر قضایی پیگرد قضایی برای من نداره. نمیگن تو رفتید خیلی قانون از مرز خارج شدی باشه رفتید توی کشور غریب بعد اونجا برش که ما میتونیم چیز کاری الان ما حل میکنیم. خب الان قضیه پیچیده که من رفتم و یه چند لحظه از میخوام بیرون اگر ممکنه تشریف داشته باشید من یه صحبت مذر باشه مرسی ببخشید ایسا باز بخوام نه من ببخشید من خب گروس این که مطلع شدن که من بشین اطلاع دادم. خب الان میگم من به حد داد گفتم که خب همین کسی که به حد داد گفته همین کسی هم باید به آقای حد داد میگه که آقا ایشون با هماهنگی ما برگشته مثلا. خب اون وقت دیگه تو نمیشون خب تو نمیشون دوستان خفت منو بچستی دیگه تو رفتی اونجا پیش کی رفتی چیکار کردی داستان چیه ببرم این برنامه ها اینها نه از این جهت داری این چیزی که شما نگرانی که داری مثلا این حل شده نیست. یعنی این این روال گذاشته به می زندگی رو میکنیم به میدونم تو مالی کار رو هستی محشت. خب اون وقت یه بحث چیزش چیه بحث این اینکه حالا مثلا من خب همه پیچیده که من رفتم دیگه حالا اینو مثلا چی رو میخوای حل بکنی که تو چی نه تم خیلی جب اونه که میتونه خود یه جوری رفع رجوعش بکنی. یعنی کسی که شما رو بیرون باید ملاقات نکرده که بگه بله ما مثلا دیدیمش فلان جا بوده. نه اونجوریش کسی من نهیده تمام شد. خب من نرفته بودم من مثلا همون چیزی که گفته بودی دوباره خود کیش هستم یا نمیدونم جنوب هستم یه چیزی اینجور گرش میکنیم اون بسته که داره اینه دیگه میشه حلش کرد این رو بس خوبی داری که تصمیم قصد. خب ببین یه شما چی خب امروز چندومه شمسی امروز چندومه تاریخ شمسی امروز 19 19 خورده. ببین یه چیزی خورده آره یه چیزی من اگر اینجا بخوام برگردم به چه ترتیب باید اقدام بکنم بخوام برگردی؟ آه یه راه مختلف داری یه راشه که اولا عربی دی؟ نه حول حوششه. خب میخوام یعنی که نمایندگی ما کجاست؟ نمایندگی شما که تو اربیل دیگه یه راش اینه که به نمایندگی ما مراجعه کنیم. خب یه راش هم اینه که برسات با یه تذکره اینه اون چیچی اگه داری از اونجا برگرد دیگه که مسیر بیاره مرز و از مرز هم بیارن دیگه یا نه ما با یه پچه خورشی که چی معرفی کنم مثلا برگردونه بیاره این هم یه راش یعنی هم رسمی میتونی برگردی که مراجعه به نمایندگی ما. خب همین که به رسمی میتونی خودتو برسونی مرز و از مرزم من هماهنگ میکنم بیام که تا تو مشکل نداری که میتونی باید خب خورد مرز آمده بگم من فلانجا هستم. خب ببین حالا یه چیزی من حالا اینو که نمیدونم چقدر حالا باید بینم به چه ترتیب من اگر قرار شد برگردم باید اقدام کنم وقت میتونی بیو داخل یه رایم داره چی؟ حالا خب از اینجا از اینجا انتخاب کنی کجا بری که دیگه اونجا هم دردسر نکشی. یعنی من بیام توی ایران بعد تو با من گذرنامه بدی من اونجا برم بیا اینجا اصلا ردیف میکنی بری این یه راشه میخوای اینجا هم نهی همونجا باشی باید گذرنامه پیدا کنم اونجا مثلا ردیف کنی اونجا بری وقت تو گذرنامه چی میخوای به دست من برسونی چی کار بدم بهت میرسونم مشکلی چی خب یکی از مسئله ها خود پیدا میکنم میدیم به اون برای تیرم هر کی تو قبول داری یا آشنا ماشنا هر کسی داری ما میدیم به کسی مثلا به برنش بگیریم اون دیگه هم اگر کسی داری میتونی معرفی کنی یا نه ما به جیل میکسیم برات مثلا نمایندگی جایی یا از طریق نمیدونم غیر مستقیم اون اسم مشکل نیست ما باید میرسیم دیگه تو عراق که آنی نداره جسیم به نچی بکنی. خب پس تو باید باز به من یه فرصت دیگه بدی من در مورد این موضوع دوباره فکر کنم بعد کار اینجا من برنامه‌ریزی بکنم اینا چه آخه تو که فکر نمی‌کنی فردا دوباره میگی چی گفتی من یادم نیست نمی‌دونم نه آخه خیلی مشغوله نه آره دیگه جای من باشه دیگه اینجا تو خودت تو در نظر بگیر جایم بذارم فکرش مشغوله دیگه بعد تا بخواد ببین بشه ببین تو نه بس یه چیزیه بس یه چیز دیگه هست اونم این که شخص تو به عنوان بازجوی من شخص تو یعنی کسی که تو این سال‌ها
ما در ارتباط بودیم شخص تو به من هیچ وقت دروغ نگفتی. خب مجموع این چیز بماند، شخص تو به من دروغ، من به حرف تو میتونم اعتماد بکنم، باش اعتماد میکنم، اما به نظام مقدس هم میتونم اعتماد بکنم؟ خب من که شما ببینید به شخص بنده که اصلا نمیشناسی، که من یکی کسی هستم که تو این نظام هستم، تو این حکومت هستم، من از خودم چیزی ندارم که. خب آخه همین نظام هم همین نظام هم بخواهی همین وزارت خونه کار. خب بگو بگو گوش میکنم. ببین بنده اگه فردا تو این وزارت خونه نباشم، خب دیگه نمیتونم بگم کارمند فلانجا هستم که یه فلانجا دارم از طرف فلانجا صحبت میکنم، که نه، من الان به عنوان کسی که اینجا هستم و پشتیبانی که این وزارت خونه دارم دارم حرف میزنم. یعنی از نظر یعنی موضوع رسمی وزارت اطلاعات در مورد من داری میگی؟ بله قطعا بدون که من با حمایت اینجا هست، اگر که من مطمئن باشه اگر حمایت اینجا رو نداشتم هیچ موقع به شما قول و قراری نمیگذاشتم و چیزی هم نمیگفتم، چون به شخصه که من نمیتونم تصمیم بگیرم که حرفی بزنم که پشتوانه نداشته باشه، که چون میدونم پشتوانه داره برم به شما این رو میگم. خب درسته من یه ویژگی شخصی خودمه، اون بحث شداست و اون چیزی هم که بین من و شما گذاشته واقعا صادقانه بود، چیزی که بین من از طرف خودم صادقانه بوده. من خب آره من نه شخص تو رو دارم میگم، میگم تو این مجموعه تو این 12 سالی که کار سیاسی زندان اینها بود، آدم های زیادی از این مجموعه در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی در ارتباط بودن. با فکر میکنم شخص تو و فقط شخص تو جز محدود آدم هایی بودید که دروغ نگفتی. حالا دروغ نگفتیم حالا نمیدونم بشه، ولی خیلی آدم ها رو دیدم که به این ترتیب. در هر حال تو یه کاری بکن، من چون که اینجا هنوز جواب منفی هم نگرفتم، یه فرصت دیگه به من بده بذار من فکر بکنم ببینم به چه ترتیب میشه. نه نه عجله ندارم. آره. میتونی خیلی سراسر فکر بکنی. آره من فکر بکنم بعد عجله ندارم. بعد اون مکانیزم آره حالا میگم اینجا هم هیچ پاسخ خاصی در به من نداره، چیز خاصی اتفاق نیفته فکر کنم، چون که پروسه ای و من آمریکایی هم که نرفتم، اگه میرفتم میشد امکانش بود که سریع انجام بشه. من مثل یک پناهنده عادی مراجعه کردم، این پناهنده عادی هم یه پروسه معمولی داره که پروسه معمولیش خود طول میکشه. حالا شما هم پاسخ نه هم ندادن با سازمان ارتباط داشتیم. با کی؟ نه من چون؟ با سازمان ارتباط داشتیم. با کی کدوم سازمان؟ چه سازمان چه کدوم سازمان؟ منافذی اون سازمان مجاهدین خلق نه ارتباط ندارم، نه ارتباط ندارم و من نمیدارم چه حسابی در جریان اومدن تو هستن اونجا؟ نه کسی در جریان نیست. من نمیدارم تو چه شکلی چه چیزی رو کلت زد با ما این همه جریان سیاسی توی مملکت، من باشون رابطه خوب دارم و چیزی رو کلت زد سازمان مجاهدین خلق. خب متعجبم کردم چون من از یکی شنیدم. نه این بسازم اون... اگر که اینجوری بود که مستقیم میدرستم اشرف دیگه اینجا نمیموندم که من از حسابی مستقیم میدرستم اشرف. من همین گفتم اگر اینجوری با قول شما میدرستم اشرف. آره گفتم اونا برای اینکه طبیعی باشه این کار گفتم نه من قبول نکردم اینو. نه من نه با سازمان که در ارتباط نبودم عرض به خدمتت که من پیش یه دوستی آمدم. یه دوستی نه اینجا طوفان شنه خیلی که خاک زیاده من افرت دیگه شیمیایی هم شدی؟ نه آقا شیمیایی نشدم گرد خاک طوفان شنه، بعد این طوفان شنه هم بیخورده سنگین بود افرت ریه کرده احمد ایزی که نکنه بابا مگه ما بازار آزاد کار نمی کنم که ایزی که چه حرفی میزنه مرد حسابی تو چه چیزهایی بود کلت میزنه ایز دو سازه مجازی میخواد بابا آخه بودی که ببین من میگم بگو صاحب دوست سابقه که نداری که خود بین ای بابا دست تو چه حرفی میزنی نگران این بحث نباشید. نه این جای نگران نیست. این یکی دوم این که نه من با سازمان مجاهدین ارتباطی داشتم. آخه تو که نه دین و ایمان درستی داری. دین و ایمان ندارم ولی اخلاق که دارم مگه آدم دین داشت و دین نداشت اخلاق هم نداشت که نیست که بابا جون. نه اینجوری نیست، اینا نگره از این باقت هم نیست. من بیشتر از این که تو نگران من باشه خودم نگران خودم هم و نباشم یه در واقع بکشان خب این چیم نمیدیم که ما بدونیم خب اونجا چند نفرید با کی هستید آدم های خورد اعتمادی هستن دوست داری من بهت بگم اینجا چند نفر بالا ببین دوست
سازه موشنی خردم نه، این اصلا با یه جریان با دیوانه هم مگه من بینید همه چنان بعد از در دوازه اصلا کار سیاسی و حفظ آبروی این همون پشن بدم حالا سازه حتی سازه هم به لحاظ آدم به لحاظ خردمندانی نه 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 من کمک نگرفتم، من یک دوست به من کمک کرد، یک شخص به من کمک کرد تا به امروز و این شخص هم نتو میشه سن اصلا اصلا ارتباطی با در واقع ایران داره، هیچ ارتباطی با ایران نه. این کلیت ماجرا من صرفا اونم گرفتم برای این گرفتم که به عنوان یه وکیلی تو داشته باشم که اگر مشکل پیش اومد یک نفر به عنوان یه وکیلی که قانون رو وکیله بتونه به فکر کارم بگه، ولی عملا تو این پروسه نمیتونه کار بکنه برای من نمیتونه از دستش برای نمیاد. حالا چه تعریف کنید دو تا اطلاعات ما بده ببینم چجوری وضعیت شما، این هم از من اطلاعات گرفتی نه؟ میگم تو دو کلمه اطلاعات به ما بده این هم از من اطلاعات گرفتی. بعد از سوال تو میگی من حتی اگه اونجا بیام قسم به دین نمیدونم چی هم قسم که بابا الان قسم رابطه رابطه ببین رابطه رابطه من با رابطه من با حاکمیت رابطه قسم که نیست که من یک ضد انقلاب و ضد انقلاب اتفاقا من خیلی طرفدار انقلابم، من همیشه هر لحظه دوست دارم این مملکت اتفاق بشه انقلابی بشه شماها برید، ولی شماها نمیخواید انقلاب بشه، نه من ضد انقلاب نیستم شما ضد انقلابی. یکی دوم اینکه ببینید رابطه من با شما همیشه من یک متهم بودم، یعنی کسی که مخالف حاکمیت شما میکرفی که نهاد قدرت بودیم، رابطه ما این بوده و اگر که این اواخر هم یک تعادلی درش ایجاد شده بود فقط برای این بود که یه در واقع توافق بود من کار سیاسی نکنم شما بذاری من بیرون باشم باقی مانده محکومیتم، این بود دیگه. خب غیر از این دیگه من چیز دیگه نداشتم که هم کرد. آره ولی ببینید خب ما ببینید این یک بخش درسته، این بخش چیزی که شما میگید بخشش هم واقعا اون الفت دوستی بود که بین ما اتفاق افتاده بود، ما این دو تا رفیق دوست با هم بالاخره اخلاق همدیگه رو درک کرده بودیم، اون گرفتاری های شما رو ما میفهمیدیم، مشکلات شما رو میدونستیم، به این جهت یه قدری میشه بود حتی درگیری بخشی از مشکلات شما هم بودیم، در سایر اینم بودیم که واقعا چجور کمک میتونیم بکنیم، یعنی این دیگه خارج از اون چیزی بود که شما میگی بین حکومت و من یه متهم. آره ببین میگم این چه من هیچ وقت نگاه متهم به شما نداشتم. ببین آره شخص شما، ببین آره شخص شما همیشه شخص شما، این در واقع چند وقتی هم که من از زندان بیرون اومدم به واسطه اون در واقع مرخصی، این رو من یعنی انصافا عدل عدل و انصاف شما به من در واقع اون فشاری که باز شد دیگه می آوردن نیورد، سعی کردی که عدل امکان به من فشار نشه، ولی حالا آقا شما که میخواستین بکنید برای چی من باید برمیگشتم زندون؟ برای چی من؟ اصلا این حرفت من قبول نکردم، من نمی کنم، یعنی دقل چی میگن تو چت من نمیره این چیزی که شما میگی که آقا یه همچین تماسی با شما گرفته شده و از شما خواستن ببین تو میگی یک شناخت کذی نسبت وضعیت من پیدا کردی دیگه، تو میگی شناخت نسبت وضعیت من پیدا کردی دیگه، تو اینو به من بگو. آخه ببین تو روزایی که ببین تو تعطیلات عید اصلا کسی نیست که بخواد بیا به سرگاه خودت، اولی که تعطیلات عید نبود که 4 روز قبل از تعطیلات عید بود چرا دیگه شما گفتم هفتم عید بوده، موبن گفتن هفتم عید بعد خودت برگردونی چی اصلا؟ گفتن هفتم عید بعد برگردی. آها به من یعنی قبل از ازدواج گفتن هفتم عید چه بوده تاریخش؟ من همون روزی که بود من چند بار به تو تلفن زدم، کی به تو تلفن زدم چند بار گفتم به زنگ دادم شما رو به روز اول عید بود دیگه. نه روز اول عید نبود، قبل روز اول عید که ما بابا من روز اول رفته بودم که بابا جون چه حرفی میزنی، قبل از من تماس گرفتم با تو، یعنی آره قبل از اون دوتا تماس گرفته بودم که همون روزی بود که من که زنگ در واقع دیدم تلفن من وقت همیشه تلفن من جواب میده، دیدم تلفن من جواب ندادی و ادارت هم زنگ دادم دیدم جواب نه، گفتم آه اینا نمیخوان دیگه گردن بگیرن میخوان من اینجور بگیرن، حالا به هر حال اینا هم بماند. من اصلا تو اون شرایط هم که شما میگید اصلا این به یه چیزی نیست که بگیر یه پرونده اونجا رومیز بوده، حالا گفتن اواخر عید هم هست تو این مدت هم تمام شده، اصلا قابل قبول نیست، ضمن اینکه شما میدونید که بالاخره ما این مجموعه هستیم که ما درگیر این قصه شما هستیم، نه اینکه مستقیم دفاع با شما درگیر باشه، حتی اگر قرار بود تمدیدی هم میشد از ناحیه ما اتفاق میافتاد یا عکس این هم از ناحیه ما اتفاق میافتاد، حتی که از خاطر باشه بخشتر از ناحیه که شما بگو گوش هم سوال کردی گوش هم بطور بگو بگم حتی بحث بازگشت تبرزدی به زندان من برای توضیح دادم
گفت پالازاری اومده بود بیرون و از شاید با خواسته ما هم اومده بود بیرون بعد این شکلی شدید برگشتم. خب در حال جواد، آره ببین جواد جو، ببین من اینجا زیاد اگر صحبت بکنم این یعنی صدا توی اتاق زیاد صحبت بکنم اینو، نه که من با تلفن نباید صحبت بکنم زیاد اینا مشکوک میشن، بهتره صحبت رو من کوتاه بکنم، یعنی قطع بکنیم صحبت اونو. باشه باشه. من آره خواستم برگردم. نه قربون تو، من تلفن تو دارم دیگه، خواستم برگردم اگر قرار به برگشتن شد یا قرار شد که ازت کمک بگیرم بهت زنگ میزنم و شما باید من ضمانت هم بدید که صفا میکنید چون نه نه شایدم بر نگشتم، شایدم بر نگشتم، دلیل ندارم بر نگشتم، نمیگم من بر میگردم، من اگر که نشود من ثبت ندارم، اگر نتونستم من بر میگردم، این کلیت ماجرا. برگردم برای گذرنامه چی؟ برای گذرنامه خب همین دیگه، من اگر به مشکل بر بخورم، من ترجیح میدم که بدون گذرنامه اینجا برم، یعنی اگر گذرنامه تو بخواد برای من بفرستی اینجا دیگه عملا یعنی چه شکلی گذرنامه رو حاکمیت رو توی کشور غریب به تو داده، این اصلا یه چیز در واقع غیر منطقی است. من میخوام برگردم، من اینجا میگم اگر نشه اینجا من به لحاظ چیز مشکلم دارم، من به لحاظ موقعیت امنیتی اینجا مشکل دارم، هم به لحاظ مادی اینها، من مجبور برگشتن میشم چون میدونم گزینه دیگه برام نیست. برگشتن باز گفتم به اون دفعه هم گفتم هیچ ضمانتی هست، نمیخوام که کاری برای من انجام بدی یا مثلا من به من ضمانت بدی منو دوباره زندون بر... نه نه خبر ندارم. کاری باشو نداری؟ چطور تو در ارتباطی؟ تو خبر داری ازشون؟ میگم کاری باشو نداری؟ نگفتم اون روز که من بهشون زنگ زدم حال شما رو گفتم؟ نه من هنوز باشون صحبت نکردم، زنگ زدی بهش؟ من بعد از تماس با شما تماس گرفتم، مادرت گوش رو برداشت، گفتم که ما بی خبر نیستیم ازش، حالش هم خوبه، از هم موضوع از این صحبته. من گفتم شاید بعد از اون تماس گرفتیم. نه من زنگ نه هیچ تماسی باشو نگرفتم، ولی خوب بود وضعیتشون چجور بود؟ باور کرد حرف تو؟ خوب صحیح شانا خوب بسیار دوره خالی هستی، گفتم از خبر ندارم از شما. ببین اصلا اونجا باشه اون اصلا خبر نداشته باشن. ببین اصلا به هیچ عنوان اینها من نه تو مسنجر باشم صحبت کردم، فکر نمی کنم، چون که من از طریق یکی دو تا دوستا گفت خواستم که بهشون ایمیل بزنن و بهشون مثلا بگن که خوبه وضعیت اینا، ولی اینکه تو باشون صحبت کردی و اینها رو من اصلا نداشتم، یعنی گفتمانی من با اینا نداشتم که بدونم. آره فقط همون چیزی که آره کلا، ولی به هر حال مرسی که اطلاع دادی به من از وضعیتشون و اینها. خب جواب من اینجا گفتم این مسئله است، اینجا نمیتونم زیاد سوال کنم، آره تو فارسی هم حرف میزنم این مقدار اینجا براشون عجیبه که مثلا چه جوریه اینا، بهتره که من قطع بکنم. نه قربان تو، بازم ممنون. نه شما چی بگو براش کنم، قربان زنده باشی، اگه کار چیزی داری بگو، کمک چیزی فکر می‌کنی؟ من اگه به مشکل بخوام بخوام به زنگ میزنم یا به اداره یا به موبایل زنگ میزنم. باشه مرسی که زنگ زدی. باشه باشه قربان تیز از صد هزار دوست یکی محرم افتد، آن هم به وقت تجربه نامحرم افتد. احمد باطبی به عنوان یک نماد مبارز دانشجویی که عکسش رو همه قاب گرفته بودن، خونه ها تزیین شده بود از عکس احمد باطبی و همین تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، و امروز مطمئنم که تن خیلی‌ها رو لرزوندم، خیلی‌ها رو به خود آوردم، خیلی‌ها رو متوجه این قضیه من هم. دیگران این کار رو نمی‌کنن. چرا نمی‌کنن؟ آقا رسوا کنید، آقا این سال‌ها قبل باید شما می‌پرداختید به افشاگری، به روشنگری و روشن‌تر کردن هر چه بیشتر این اذهان در حقیقت منجمد شده بسیاری از منها و شماها. بدون روز عباسی ببینید چه کردن با ما. به بازجوی خودش داره میگه اگر کمکی خواستم حتما میدونم که کمکم میکنی، و همین باعث میشه که نامه نوشته بشه به آقای ترامپ سه روز پیش، و یکی از این درخواست کنندگان دیدار با آقای ترامپ برای دفاع از نمیدونم حق و حقوق ایرانی ها در مقابل رژیم آقای احمد باطبی و یا دیگرانی مثل ایشون باشن. امروز هم در ادامه برنامه پنجمین قسمت گفتگوی من هست با آقای امیرعباس فخرآور، امیرعباس فخرآوری که نویسنده کتاب رفیق آیت الله، دیگه نیازی به معرفی ایشون نیست، ایشون به هر حال میدونید که امروز بعد از مراحلی که طی شد و آمدن اینجا و خودشون رو به عنوان یک ایرانی واقعی، به عنوان کسی که به هر حال
با کارهایی که انجام داد نشون داد که واقعیتش در مقابل ایران و مردم ایران چی هست و چقدر سریع خودش رو در مسیر ادامه مطالعات و تحصیلات انداخت و به درجه گرفتن دکترا نایل شد و بعد هم با نوشتن کتاب رفیق آیت الله دیدید که چه تأثیری از نظر روشنگری در جامعه ایران گذاشت و به همین دلیل بود که بزرگترین و شاید بیشترین توجه در طول سال گذشته و کماکان به کتاب رفیق آیت الله هست و به همین ترتیب و به همین دلیلم بود که بنده خوشبختم که من هم خودم رو خوب پیدا کردم در مقابل یک واقعیتی که البته گفتم که بارها بارها که من به هیچ وجه حمایت از آقای امیر عباس فخرآور ندارم. من آنچه برام مهم گفتم بارها مهم نیست که کی گفت، مهم اینه که چی گفت. و این رفیق آیت اللهی که الان جلوی من هست و تمام وقت من رو و تمام در حقیقت روزگار من رو به خودش تخصیص داده و میبینم چه داستانی چه زلزله‌ای واقعا در جامعه ایران به وجود آورده و نمونش و اثرش رو در باستاب بینندگان خودم و همیهنانی که در این 4 هفته گذشته دیدم که چطور با چه شوری و با چه اشتیاقی استقبال کردن از آن چیزی که مربوط به نوشته آقای فخرآور یعنی رفیق آیت الله است. آقای شورای داریم ایشون رو؟ خیلی متشکرم. به به آقای فخرآور درود و سلام بر شما. من صداشو ندارم آقای شورای جان، خودشون بستن؟ درود به شما جناب صدر عزیز و درود به تمام ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک در خدمتون است. آقای فخرآور، من نمیدونم که جناب عالی در ارتباط با نامه‌ای که اخیراً 30 نفر از سیاسیون ما نوشتن به سیاسیون ما که چه عرض کنم سیاسیون اونا در حقیقت نوشتن به آقای ترامپ در ارتباط با یک اولا تبریک به ایشون، همون افرادی که ادعیشون رو به یاد میاریم که یک از حامیان سرسخت حزب دموکرات و خانم هیلاری کلینتون بودن و یک مرتبه ورق برگشت، ایشون انتخاب شد و ورق دیگه هم برگشت و تبریکاتی بود که در حقیقت برای ایشون نثار شد، تبریک گفتن، اظهار خوشبختی کردن برای انتخاب آقای ترامپ و همینطور ادامه داستان که تقاضا میکنن که ما دیداری داشته باشیم و مصر هستیم که شما هم در حقیقت در ارتباط با لغو برجام اقدام کنید و هم تحریما رو چندین و چندین برابر بکنید. از جمله این افراد آقای احمد باطبی بود که به این دلیل من مبادرت کردم به پخش گفتگوی ایشون با بازجوی خودش و شنیدنی بود و باعث تأسف بود. البته آقای فخرآور در این ارتباط این نامه شما اطلاعی دارید یا نظر خاصی دارید؟ احتمالاً قبل از هر چیز من اجازه بدید کریسمس رو، میلاد مسیح رو تبریک بگم به همه ایرانیان عزیز و به شما به ویژه جناب صدر عزیز، آقای امیر شهرتی و همه کسانی که دستن در کاران رساندن این صدا به مردم هستن، به ویژه ایرانیان عزیزمون در داخل ایران بتونن بشنون حرف ها رو. من این نامه رو بله تو چند روز گذشته توی تمام این شبکه‌های اجتماعی، توی تلگرام، فیسبوک، توی اینستاگرام دائم از من سوال هم می‌پرسیدن، می‌گفتن نظر خودت رو درباره این نامه بگو و من راستش سکوت کردم، منتظر شدم تا نظر بقیه رو هم بشنوم، ببینم که آیا این خرد همگانی جامعه ما الان متوجه شده چه اتفاقی داره می‌افته. آیا شما اول برنامه یک اشاره خیلی خوبی رو داشتید، گفتید که دنیای امروز، دنیای تکنولوژی، دنیای شبکه‌های اجتماعی دیگه متفاوت با اون دنیاییه که به راحتی میشد با یک سری رسانه‌های سنتی مثلا حکومت‌ها بیان اون رسانه‌ها رو تحت کنترل خودشون بگیرن یا یک سری افراد و گروه‌های خاصی رسانه‌ها رو تحت کنترل خودشون بگیرن و اینها رو به یک سمتی هدایت بکنن که دنیای امروز دیگه نمیشه این کار. دنیای امروز نمیتونن یه عده بیان یک سری موازی رو بگیرن بعد بیان بلافاصله اون موازی رو بچرخونن بگن خب حالا خم رنگرزی وسطه و ما بوغلمون صفت ها هم همه صف بکشیم دم خم رنگرزی بایستیم، یک رنگ جدیدی به خودمون بزنیم، خودمون رو به خورد جامعه بدیم. اتفاقا انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نمادی از قدرت رسانه های جدید و دنیای جدیدیه که ما داریم توش زندگی میکنیم. توی این دنیای جدید همه چیز ضبط شده وجود داره، همه چیز هست،
گفته های ما، صدای ما، نوشته های ما و اینها جلوی چشم مردمه. به راحتی میتونن از طریق یک جستجوی گوگل به این که ما چه گفتیم در گذشته، چه کار کردیم، چه کار میخواییم بکنیم دسترسی پیدا بکنن و امکان شعبده بازی و بوغلمون بازی و اینا به حد اقل ممکن خودش رسیده. و همین شبکه های اجتماعی کمک کردن به دونالد ترامپ که علی رغم این که تمام رسانه ها علیهش بودن، تمام حزب جمهوری خواه علیهش بود در یه مقطعی، تمام حزب دموکرات علیهش بود، تمام سیاستمداران واشنگتن علیهش بودن و رسانه های دیداری و شنیداری نه فقط آمریکا و نوشتاری نه فقط در آمریکا بلکه در تمام دنیا علیهش ایستادن، اما این ارتباطش رو با مردم برقرار کرد از طریق توییتر، از طریق اینستاگرام، از طریق فیسبوک و تونست یک ارتش شاید 50-60 میلیون نفری رو روی این رسانه‌ها برای خودش درست بکنه و حرفش رو مستقیم با مردم بزنه. حتی چند روز پیش وقتی یک توییتی رو ترامپ فرستاده بود بالا، توی این توییت نوشته بود که جالبه همه اون سلبریتی هایی که هنرمندان و ستاره های هالیوودی که اومدن به هیلاری کلینتون داشتن به کمپینش کمک میکردن، الان دارن التماس میکنن از من تیکت مراسم ایناگریشن یا مراسم تحلیف ریاست جمهوری رو میخوان، که ترامپ میگه من به هیچ کدوم از اونها تیکت نخواهم داد، من میخوام مردم رو اونجا داشته باشم. خب اینا رو داریم میگیم که برسیم به بحثمون، ببینیم تو رسانه های اجتماعی امروز چه خبر. نامه شاید میتونست نامه خوبی باشه، ولی پیچش مو رو هم با هم یک نگاهی بکنیم بد نیست. همین نامه‌ای که شما اشاره کردید و چقدر خوشحالم که انقدر به روز به آخرین مسائل سیاسی روز اشاره می‌کنید، چون خیلی‌ها می‌خوان درباره این نامه بدونن. 30 نفر فعال سیاسی، برخیشون دوستان خوب من هستن، من اینها رو می‌شناسم، مثل آقای آرش صبحانی، مثل آقای شایان آریا که من متاسفم اسم این عزیزان توی این یک همچین لیست عجیب غریبی قرار گرفته. آقای فخرآور معذرت میخوام اشاره کنم که در این لیست اسمی هم میخوریم به نام آقای صفوی که گویا از اعضای مجاهدین خلق هستن اگه اشتباه نکنم. من نمیدونم ایشون رو، به نظرم اینجوری میاد البته. خب حالا میفهمید. بعد و خب توی متنی که اومدن توی نامه نوشتن به نظر میاد اومدن به رئیس جمهور آمریکا تبریک گفتن، رئیس جمهور جدید آمریکا، و دارن نشون میدن که ما طرفدار تو بودیم. خب تا اینجاش چیز بدی توش نیست، اما وقتی برمیگردیم به همین چند ماه گذشته این آدم ها نگاه میکنیم، در 16 اکتبر، یعنی فقط سه هفته قبل از انجام انتخابات ریاست جمهوری، همین آقای باطبی که شما الان فایل 22 دقیقه فایل صوتی گفتگو نیست، این به تمام معنا لاس زدن با یک بازجو بود، این رو پخش کردید. آقای باطبی 16 اکتبر، اگر آقای شهرتی بتونه اون توییت رو نشون بده، از رو صفحه خود باطبی، ما از هیچ جای دیگه ای نمیریم به چیزی اشاره بکنیم، رو صفحه توییتر باطبی که نوشته که بله انتخابات در آمریکا الان گزینه بین بد و بدتره و ترامپ یک فاجعه است و برای همین من میرم به هیلاری رأی بدم و بعدش هم باید بریم دستامون رو با صابون بشوریم. عجب. بعد خب این توییت دیگه به فارسی نوشته خودش رو توییتر هم الان هست، میگم این چیزها رو نمیشه پاک کرد، این چیزها دیده میشه الان. و بعد میاد اینجا این نامه رو میدن. بعد جالبه توی نوشتن نامه، یک بخشی از نامه رو اینها وقتی به ترجمه فارسی کردن و منتشر کردن، دو پاراگراف از نامه انگلیسی خودشون رو که امیدوارن مثلا رئیس جمهور جدید، رئیس جمهور منتخب ترامپ از طریق این نامه دعوتشون بکنه، بگه بیایید بشینید با هم دیگه گفتگو بکنید و میخوان به نمایندگی از مردم ایران برن گفتگو بکنن. خب همه اینها چیز بدی به نظر نمیاد ما، ولی ببینیم چرا، چه مشکل چیه. دو پاراگرافش رو برای مردم ایران ترجمه نکردن، به فارسی چیز دیگه ای نوشتن ترجمه نامه رو، به انگلیسی یک چیز دیگه ای گذاشتن و اومدن توی نامه اشاره کردن به یک سری مواردی، از جمله این که باید ترامپ بیاد تحریم های سنگین رو روی فرماندهان سپاه پاسداران بذاره، روی مسئولین جمهوری اسلامی بذاره و به این شکل میتونه مثلا موثرترین مبارزه باشه با جمهوری اسلامی. من اینجا به شدت مشکل دارم، چون یادم هست 10 سال پیش هم، ولی وقتی که بحث تحریم نفت ایران رو مطرح میکردیم، حرف من این بود که ما با یک درخت آفت زده ای طرفیم، ایران ما، درخت ایران ما آفت زده بهش، آفتی به اسم جمهوری اسلامی. حرفی که اینها میزنن که قبل از این هم انجام میشد، یعنی در تمام سالهای بعد از انقلاب اسلامی
توی 4 دهه گذشته این تحریم ها همیشه روی ایران و روی جمهوری اسلامی در واقع وجود داشت. بهش میگفتن smart sanctions و من اسمش رو گذاشته بودم stupid smart sanctions، تحریم های احمقانه هوشمند، که اینا اسمش رو گذاشته بودن تحریم های هوشمند. حالا چرا احمقانه؟ برای اینکه اینها میگن ما بریم سران سپاه پاسداران رو پیدا بکنیم، سران جمهوری اسلامی رو پیدا بکنیم و بیایم اینها رو اون منابع مالیشون رو ببندیم، تحریمشون بکنیم. مثلا قاسم سلیمانی رو، مثلا قاسم سلیمانی. ولی چه مشکلی پیش میاد اینجا؟ قاسم سلیمانی یک دونه اسم نداره. قاسم سلیمانی دست کم 17-18 تا اسم مختلف با پاسپورت های مختلف داره، با شناسنامه های مختلف داره و وقتی سفر میکنه جاهای مختلف، میره برای خودش جاهای مختلف، تو کشورهای مختلف حسابای بانکی مختلف باز کرده. فرمان بدیم به عنوان نمونه داریم قاسم سلیمانی رو میگیم، فرمانده سپاه قدس، یعنی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که بهش اشاره کردین. فرماندهان دیگه هم هستن، خیلی ها هستن، شاید صدها نفر، هزاران نفر از مسئولین جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه، که اینها با اسامی مختلف دارن تو کشورهای مختلف زندگی میکنن. بچه‌هاشون تقریبا تمام مسئولین جمهوری اسلامی بدون استثناء دارن فرزندانشون توی اروپا یا آمریکا دارن درس میخونن. مثلا یادم غلامعلی حداد عادل چند وقت پیش، که حداد عادل یکی از دختراش با پسر خامنه‌ای ازدواج کرده و خود عادل هم مدتی رو رئیس مجلس شورای اسلامی بوده در ایران، و این آدم توی مصاحبه تلویزیونی ازش پرسیده بودن آره درباره دخترها تو اینا، گفته بله یکی از دخترهام که در آمریکا ازدواج کرده با یکی از یک آمریکایی که از یک خانواده شهید پرور میاد. آمریکایی که از یک خانواده شهید پرور میاد، ببخشید این شهید آیا در جنگ ویتنام شهید شده یا در جنگ کره یا در کدوم جنگ؟ که در آمریکا آقای حداد عادل این همه مرگ در آمریکا شما میفرمایید، خانواده شهید پرور در آمریکا رو میشه به ما بگید مفهومش چیه که داماد شما یک آمریکاییه که عضو اون خانواده شهید پرور هم هست؟ و اینا توجیهات اینجوری هم مثلا از معصومه ابتکار پرسیدن، شما که این همه رفتی سفارت آمریکا رو اشغال کردی، آبروی ایران رو در دنیا بردی و بعد اومدی باعث شدی که ارتباط آمریکا با ایران قطع بشه و همه مردم دنیا ما ایرانی ها رو که مردمی نجیب زیبا با فرهنگ و باهوش هستیم، مردمی با تمدن هستیم، ما رو گروگانگیر ببینن، حمله کننده به سفارت ها ببینن، وحشی ببینن. خانم ابتکار شما که اینقدر سفارت آمریکا بد بود که رفتی بهش حمله کردی، مرگ بر آمریکا کردی، برای چی بچه‌ها؟ ازش یکی از مجریای تلویزیونی پرسیده بود چرا بچه‌ها تو آمریکا دارن درس می‌خونن زندگی می‌کنن؟ گفته بود البته خب آمریکا چون شرایط تحصیل و زندگی اونجا خیلی بهتره. این یعنی توی تمام مسئولین جمهوری اسلامی شما این رو می‌تونید ببینید. وقتی عروس خامنه‌ای می‌خواد زایمان بکنه، میاد میره تو لندن زایمان می‌کنه که بیمارستان خیلی خوب و شیکی باشه. خب آقایون شما که بهشت رو در ایران برای مردم ایران درست کردید، چرا همونجا از همین بهشت خودتون استفاده نمی‌کنید؟ چرا بهشت بیرون کشور رو میفرستید بچه هاتون برن، خودتونم برای تحصیل؟ آقای فخرآور معذرت میخوام، اشاره کردید به خانم مشتبه خامنه‌ای که در لندن میره، بله، و گویا یک موجودی به نام باقر رو متولد میکنه و همین آقا باقر باعث شده بوده که یک طبقه کامل از بزرگترین و گرونترین هتل‌های لندن رو در اختیار این تولد و این زایش بگذارن و یه شبیه یک رقم قریب عجیب میلیون پوندی خرج این کار شده بود. و دقیقا. و حالا ما اتفاقا اینو خاطرتون باشه، این پرانتز رو نگه داریم جناب صدر اگر فرصت باشه بعدش میخوام یه گریزی بزنیم به همین هایی که میگفتن شاه تجملاتی بود، آخه کی شاه و خانواده شاه یک همچین کارهایی رو میکردن که این خاندان هزار فامیل جمهوری اسلامی دارن میکنن؟ آخه کی ما یک همچین چیزهایی رو داشتیم؟ حالا همون دو تا جشن 2500 ساله‌ای که برای بزرگ کردن تاریخ تمدن ما بود که به دنیا نشون بدیم ما ایرانی ها کی هستیم، ریشه داریم، تا کجا هستیم، اون رو هم تلویزیون ملی ایران در دوران شاه با حالا برنامه ریزی هایی که شوروی داشت براش میکرد انقدر زننده و زشت جا انداخت بین مردم. آقای فخرآور ببخشید، در همین مورد ما قرار شد که با هم گفتگو بکنیم در حقیقت، در نتیجه نه اینکه من میخوام شما رو قطع کنم یا به جای دیگه بپرم، نه، میخوام در همون جایی که هستیم اشاره کنم به
اشاره کردید به سازمان رادیو تلویزیون. ضمن اینکه بحث اصلی ما یک بحث ارتباط با کمونیست و با شوروی بود. ضمن اینکه بحث ما مسئله خلص بودن شخص علی خامنه ای به عنوان یک دانشجوی دانشگاه پاتیس لومانبا در مسکو بود، یعنی مرکز پرورش جاسوسان. در نتیجه و جالبه که اتفاقا حالا بعد به این میپردازم، اما اشاره فرمودید به مسئله رادیو تلویزیون و بعد اشاره کردید به جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی. ضمن اینکه این کار یعنی این تبلیغ از طریق رادیو تلویزیون خوب انجام شد، خوب نشون داد، اما پشت این نشون دادن بعدها دیدیم که چه توطئه هایی در کار بود، که چه تحریک هایی رو در این مورد روی مردمی که به هر حال بی بضاعت بودن به وجود بیاره. اما کلدن آقای فخرآور، یه سوالی که من دلم می‌خواست از شما در این ارتباط بپرسم، یعنی همون رابطه ها و نفوذ و در حقیقت راهی که بین یا خطی که بین کمونیست و حتی سازمان های نمیگم حالا رادیو تلویزیون، ولی اینجا سوال برانگیز میشه که در زمان شاه پهلوی آقا بسیار کار شد، بسیار آبادانی بود، بسیار نمیدونم ساختمون بود، توسعه بود، تکنولوژی بود، هواپیما بود، پایگاه های نظامی بود. آقا یک دونه از اینها رو کمتر ما دیدیم که تلویزیون در زمان شاه فقید بپردازه به آگهی و تبلیغ و در حقیقت صحبت در مورد اونها، در حالی که همین جمهوری اسلامی ایران یک چاه عمیق یا نیمه عمیقی که میزد، یک جاده نمیدونم 10 متری که میگشید، یک پل نمیدونم کاهگلی که میساخت، آقا دنیا رو با بوق و کرنا پر میکرد که ما این کار رو کردیم. این چه فلسفه بود؟ این چه مأموریتی بود؟ آیا این ببخشید چون شما کارتون در ارتباط با علل حساب با شوروی است، اینم یه خط ارتباطی ممکن بود باشه واقعا؟ نمیدونم. این جناب صد، من خوشحالم اینو گفتید. ما حالا پرانتز تو پرانتز خیلی باز کردیم، ولی خیلی قشنگ میشه یکی یکی این پرانتزا رو میبندیم. حالا ایرانیان عزیز بیننده ها منتظر باشن تا ببینن این پرانتزا رو یکی یکی براشون خواهیم بست. دقیقاً برنامه شوروی بود و دقیقاً یک کسی مثلا نشوندن کسی مثل رضا قطبی تو صدر تلویزیون ملی ایران، وقتی که خب به اسناد کاگب هم الان نگاه میکنیم، من تو کتاب رفیق آیت الله هم بهش اشاره کردم که این آدم طبق اسنادی که من کنار هم چیدم همون فردیه که به اسم رایون، با کد نیم رایون، مأمور رسمی سازمان امنیت شورویه و داره حقوق دریافت میکنه از سازمان امنیت شوروی. خب چه کاری داره انجام میده؟ توی تلویزیون ملی ایران ما میبینیم داره شکاف بین خاندان سلطنت رو، بین پهلوی ها و مردم رو داره هی بزرگ و بزرگتر نشون میده. با نشون دادن جشن های 2005، خب جامعه ایران یک جامعه که داره با سرعت به سمت صنعتی شدن پیش میره. در دوران شاه، از دوران رضا شاه شروع میشه، در دوران محمد رضا شاه داره ادامه پیدا میکنه. ما به یک رشد اقتصادی بسیار عجیبی رسیدیم و همه دنیا غافلگیر شدن از این رشد اقتصادی که ایران در سالهای قبل از انقلاب بهش رسیده. و به جای اینکه بیان این رو برای مردم درست توضیح بدن، همونجوری که شما گفتین، وقتی همیشه رشد اقتصادی هست و یک فاصله ای بین مردم دیده میشه، طبقه مثلا کارگر، طبقه زحمتکش، طبقه دهقان ها، اینها هی دارن میبینن یه عده ای دارن شدیداً سرمایه دار میشن و اینها هم دارن به اون سمت میرن، اما میبینن خب نمیتونن برسن. و به جای اینکه رسانه ها بیان این رو برای مردم توضیح بدن، این چیزها توی آمریکا خیلی قشنگ اگر به رسانه ها و متد برنامه های رسانه های آمریکایی نگاه بکنید، قشنگ برای مردم این چیزها جا میفته. همه مردم آمریکایی میدونن که همشون میتونن توی این رشد تکنولوژی که آمریکا داره، جامعه ثروتمندش جای خودش رو داره، جامعه متوسط جای خودش رو داره و همه با هم سعی میکنن جامعه فقیرتر رو بکشن بیارن بالا و سطح روی کاری بکنن که مثلا ثروتمند آمریکایی همون آیفونی دستشه که یک فقیر آمریکایی دستشه، یک نفر از طبقه متوسط. و برای همه این ما داشتیم به این سمت حرکت میکردیم در ایران قبل از انقلاب، اما تلویزیون ملی ایران به جای اینکه این چیزها رو نشون بده، میومد جلال و جبروت و شکوه و طلا و جواهر و الماس رو هی نشون میداد از کاخ شاه، از این ور هی یه جوری وانمود میکرد که ای مردم شماها دارید بدبختی‌ها رو میکشید و اینها دارن خون شما رو تو شیشه میکنن و اومدن کاخو برای خودشون ساختن، برای شما کوخ ساختن. خمینی هم از همینا توی تبلیغاتش استفاده میکرد. در وقت اونور ما میدیدیم خسرو گل سرخی رو دارن میارن دادگاهشون. آخه برای چی باید
یک فرد کمونیست مسلمونی توی تلویزیون همه ایرانیان بشینن که نمیدونن پشت داستان چیه، نمیدونن این آدم ها کیان، اینا آدم ربا ان، تروریستن. بعد خسرو گل سرخی رو بیان ازش یک قهرمانی در تلویزیون ملی ایران بسازن، یا توی چیزهای مختلف، برنامه‌های مختلف، وقتی به رفتار تلویزیون ملی ایران و رسانه‌های دولتی ایران نگاه می‌کنید، می‌بینید کاملاً در جهت منافع شوروی داره حرکت می‌کنه. و وقتی می‌فهمیم که کسانی که سر این برنامه‌ها نشستن، رضا قطبی از این ور، از اون ور شما نگاه بکنید، لیلی امیر ارجمند میشه مسئول کانون پرورش فکری کودکان نوجوان، و کیا رو میاره سر کار؟ فیروز شیروانلو. فیروز شیروانلو کی هست؟ فیروز شیروانلو یک ماویسته که بعد وقتی اومده ایران داره در به در، من تو اسناد ساواک این رو دیدم، برام خیلی جالب بود، توی کتاب رفیق آیت الله هم گذاشتم، توی اسناد ساواک میگن بازجویی هایی که با فیروز شیروانلو داشتن، وقتی از اروپا تصمیم میگیرن با یه سری دانشجوهای چپ ماویست کمونیست بشینن با هم دیگه برنامه بریزن، برگردن توی ایران شروع کنن توی ایران تبلیغات سنگینی رو علیه حکومت شاه بکنن، فیروز شیروانلو میگه ما در به در دنبال یک دستگاه کپی میگشتیم که اطلاعیهای خودمون رو بتونیم کپی کنیم علیه حکومت منتشر کنیم. بعد برنامه ریزی میکنه برای ترور شاه در اوایل دهه 40 خورشیدی و بعد دستگیر میشه توسط ساواک، به زندان میفته، قرار میشه اعدام بشه، ولی با وساطت ملکه ایران و با وساطت لیلی امیر ارجمند که دوست بسیار نزدیک ملکه بوده، از زندان میاد بیرون آقای فیروز شیروانلو. و بعد به کجا میره؟ میشینه، خب آقا بخشیدیدش، تا اینجا قابل درکه. اما شما فیروز شیروانلو رو بشونید مسئول انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بکنید، یعنی چی؟ یعنی تمام دستگاه‌های کپی دولتی سراسر کشور رو بذارید در اختیار کسی که یک کمونیستی که له له میزده یه دونه دستگاه کپی پیدا کنه علیه شاه بخواد یک بیانیه بده. بله، همین میشه که دو سال بعدش که آقای فیروز شیروانلوی مسئولیت رو میگیره، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه دفعه میبینید اعلام میکنه کتاب سال ایران ماهی سیاه کوچولو، یکی از بی اعتبارترین کتاب هایی که نه ادبیات توش هست، نه هنر توش هست، نه پیامی توش هست، تنها پیامش برای بچه ها کشداره، مبارزات مسلحانه است، و این کتاب میشه لوگوی چریک های فدایی خلق که مبارزه مسلحانه با حکومت دارن میکنن. یعنی شما حجمه کمونیست ها رو، کمونیست هایی که مزدور شوروی هستند، نه کسانی که فقط ایرانی هایی که ایدئولوژی کمونیستی دارن خب داشته باشن، ولی کسانی که مزدور شوروی هستند. آقای فخرآور ببخشید، من در این همین ارتباط جای دیگه نمیخوام برم، همین ارتباط یک دو هفته پیش من اشاره کردم به مسئله در ارتباط با آقای جهانگیر تفضلی که ایشون سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا بود، و من هم در جایی در یک منبعی با قاطعیت شنیده بودم و خونده بودم که ایشون یک ارتباط بسیار مستقیم داره با عرضم بزرگتون که با کاگب شوروی و عضو اونجاست و برای خیلی غیر قابل باور بود، و حتی بعد شما هم یا بنده هم باز در این تایید بودیم که اینها در مدارک آقای متروخیم، یعنی رئیس آرشیو کاگب شوروی بود که از طریق حالا هر انگلستان بعدا منتشر میشه. و دوستی تلفن کردن، دوستی که چه از کنم، آقایی که نمیشناختم که الان حتما دارم من میبینن ایشون، که آقای صد از این اشتباه ها مرتکب نشید، کجا آقای جهانگیر تفضلی؟ ایشون این بود و این بود، و شروع کردن به هر حال به یک نوع پاکسازی و آب تطهیر در روی آقای تفضلی ریختن. شما یک بار دیگه تایید میکنید مدارک اسناد کاگبه رو در ارتباط با ایشون آقای فخرآور؟ دقیقاً بله، یعنی توی کتاب آرشیو میتروخین همونجوری که اشاره کردید، که من در کتاب رفیق آیت الله هم بهش اشاره کردم، اون بخش رو دقیقاً ترجمه کردم، از جهانگیر تفضلی به عنوان یکی از مامورین خود ما یعنی کاگبه یاد میکنن، و اینکه خب ایشون زمینه آشنایی بزرگی هم بود در دربار ایران، و اون توی اون بخش از کتاب رفیق آیت الله من این رو به طور کامل توضیح دادم. و وقتی بیشتر نگاه میکنیم میبینیم یک حجمه بسیار بسیار سنگین و عمیقی از طرف سازمان امنیت شوروی علیه حکومت قانونی ایران، حکومت محمد رضا شاه پهلوی وجود داشته، برای اینکه میخواستن ایران ما رو به خاک سیاه بشونن، برای اینکه جز منافع شوروی نبود که یک ایران قدرتمندی بتونه متحد آمریکا هم باشه، متحد اسرائیل هم باشه، و اینجوری هم با سرعت به سمت صنعتی شدن پیش بره، و شوروی میخواست به هر قیمتی ایران رو به خاک سیاه بشونه، و تمام این کارها رو برای چند دهه برنامه‌ریزی کرد که حالا توی این ده فصل کتاب رفیق آیت الله
قدم به قدم تمام اینها رو دوستان ما میتونن ببینن که چطور نه فقط اینکه خامنه ای و یه سری ملاها رو بردارن ببرن توی همونجوری که چقدر خوشحالم شما اشاره کردید مرکز پرورش جاسوس پاتریس لومبا. بعضی از دوستان به ما معترض میشن چرا میگید دانشگاه پاتریس لومبا؟ خب اسمش دانشگاه پاتریس لومبا است ولی در واقع مرکز رسمی پرورش جاسوس سازمان امنیت شوروی در مسکو بوده که هنوز هم هست. این مرکز امروز اسمش هست دانشگاه به دوستی ملل روسیه و خب یک در یک همچین مرکز این ملاها رو بردن تربیت کردن تنها کاری نبود که شوروی داشت انجام میداد، این یکی از کارها بود. جاهای دیگه داشت گروهای نمیدونم چریکی رو بهشون ایجاد میکرد، امکانات میداد، اسلحه میداد، پول میداد، کمک‌های اطلاعاتی بهشون میرسون. گروه‌های چریکی که مسلحانه داشتن با حکومت شاه میجنگیدن، مثل همین چریک‌های فدای خلق. آقای پهلوی خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، چون من به یک بیننده قول دادم هفته گذشته در یک پیامی که برای من فرستاده بودن، چون وقتمون کمه مجبور شدم که من در حقیقت این قسمت رو حتما چون بهشون قول داده بودم من به وقت تعهدی انجام میدم سعی میکنم که انجام بدم. مطلبی نوشتن براتون عیناً میخونم و از شما در این مورد جواب خواستن، موافقین؟ بخواهش میکنم. ممنونم. نوشتن که جناب صدر، من عین گفته ایشون رو میخونم. جناب صدر ممنون از برنامه های خوب و روشنگر شما، مخصوصا روشنگری هایی که با آقای فخرآور انجام میدهید. آقای فخرآور راجع به محصلین دانشگاه روسی پاتریس لومومبا روشنگری و توضیح دادن که بسیار جالب بود و ملت ایران آشنا بشوند به خدمات دولت روس در 100 سال گذشته و لطمات و صدماتی که ایرانیان متحمل شدند از این طریق از طرف همسایه شمالی. دست شما درد نکنه. امیدوارم سالیان سال طول عمر همراه با سلامتی داشته باشید و ادامه این برنامه ها. من از شما متشکرم. بسیار. سوال من از آقای فخرآور اینه که نقش علی اکبر رفسنجانی هم را روشن کنند. رفسنجانی بود که خامنه ای را به خمینی معرفی کرد. در پیشبرد در بیشتر جنایت رژیم هر دو دست داشتند. قتل‌های زنجیره‌ای، کشتار سال 60، خلع آقای منتظری و حصر خانه‌نشینی این روحانی راستین بعد از مرگ خمینی، رفسنجانی با دروغ و کلک باعث انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر و جانشین خمینی شد. آیا از شما می‌پرسه آقای فخرآور که آیا رفسنجانی هم عامل روس است؟ اگر نه، آیا رفسنجانی از سابقه خامنه‌ای خبر نداشته؟ که بعید است. ممنونم اگر در برنامه هفته آینده روشن فرمایید. با احترام اسمشون رو نوشتم. من خیلی مختصر بگم، توی کتاب رفیق آیت الله اگر این دوستمون بهش نگاه بکنن بارها من از یک مثلث شیطانی یاد کردم که خامنه‌ای، موسوی خوئینی‌ها و هاشمی رفسنجانی هر سه اینها توی مجموعه توطئه‌ها با هم دست داشتن و خامنه‌ای و موسوی خوئینی‌ها جاسوسان روس بودن، تعلیم دیده های روس بودن. هاشمی رفسنجانی جاسوس روسیه نبود و جاسوس شوروی در واقع نبود و نمیدونست چه اتفاقاتی داره دور و برش پیش میاد. اما خارجی‌ها یک اصطلاحی دارن میگن useful idiot، احمق به درد بخور. هاشمی رفسنجانی توی این مثلث نقش احمق به درد بخور رو داشت برای خامنه‌ای و برای موسوی خوئینی‌ها که فضا رو برای اینها آماده میکرد، شرایط رو هموار میکرد که اینها بتونن بیان برن طرح‌های شیطانی خودشون رو پیاده بکنن. تمام مسائلی که این دوستمون گفتن که هاشمی درش دست داشته کاملا درسته. توی همه اینها توی کتاب میتونن حالا اسنادش رو ببینن که همه اینها دقیقاً وجود داشته و به ویژه در ماجرای ایران کنترا، در ماجرای مکفارلین که من توی فصل 8 و 9 کتاب رفیق آیت الله بهش اشاره میکنم، توی اون ماجرا عملاً میبینیم که هاشمی رفسنجانی در نیمه دهه 60 فهمیده بود که خامنه‌ای با شوروی‌ها ارتباط داره و برای همین مذاکراتش با آمریکایی‌ها رو سعی کرده بود از خامنه‌ای که اون موقع رئیس جمهور کشور بود پنهان بکنه و یواشکی این مذاکرات رو ادامه بده، چون می‌ترسید اگر خامنه‌ای بفهمه شوروی‌ها رو در جریان خواهد گذاشت و شوروی‌ها اجازه نمیدن که اون مذاکرات ادامه پیدا بکنه. یعنی از نیمه دهه 60 به اونور بله هاشمی رفسنجانی دقیقاً فهمیده بود که خامنه‌ای با شوروی در ارتباط هست. آقای فخرآور و خیلی مایلم که در پایان برنامه که چند دقیقه به مونده، من برای توجه دادن هرچه بیشتر به بینندگان عالی قدری که نمیدونن که این کتاب رفیق آیت الله، فقط میدونن که آقای خامنه ای رفته روس و شوروی و در پاتریس لومومبا دانشگاه اونجا درس آموخته. بسیار خوب، یه ادعای هم به همین صورت. اما من برای اینکه بدونن که بینندگان ما که در
هفته‌های آینده و در ادامه زنجیروار و تسلسل برنامه‌هایی که به اتفاق داریم و از شما بسیار متشکرم که قبول این برنامه وقت رو کردید. البته من به عرض بینندگان برسونم این برنامه‌ای که من دارم با آقای فخرآور انجام میدم و الان همیشگی و دائمی شد که بریم و تمام بکنیم و برسیم به اونجایی که باید برسیم و نتیجه مطلوب بگیریم، اینها به این سادگی انجام نشده. باور کنید که محدودیت‌های بسیاری در ارتباط با برقرار کردن این ارتباط و داشتن آقای فخرآور همین تلویزیون انجام شده که باش همه اینها یکی یکی برطرف کردیم و رفتیم جلو که بشه این کار انجام بشه، چون باید انجام بشه. در نتیجه من میخوام که فهرست آقای فخرآور، فهرست عناوین آن مطالبی که در این 700 صفحه کتاب از طریق جناب عالی نوشته رو امروز اعلام کنم و در حقیقت بدونن که ما در آینده به چه مسائلی در ارتباط با این کتاب خواهیم پرداخت. موافقین آقای فخرآور؟ من موافقم، فقط من نمیدونم چند دقیقه وقت داریم، چون من یه 2 دقیقه یا 3 دقیقه برای بستن اون پرانتزایی که اول برنامه باز کردیم احتیاج دارم. با کمال میل اول به اون وقت به شما میدم و ما الان 7 8 دقیقه وقت داریم، 3 دقیقهش مال شما، بقیه‌اش مال بنده. خواهش می‌کنم. بفرمایید. عرض به خدمتتون که ما حالا بحث آوردیم، رفت توی شوروی و داستان کتاب رفیقای طلاح از ماجرای همین تحریم هایی بود که توی اون نامه این آقایون نوشته بودن، آقایون و خانوم ها. بعد که چرا من میگم تحریم های سرفرماندهان سپاه، بهتون گفتم برای اینکه اینها با اسامی مختلف هستن و درخت آفت زده ایران ما رو این کار اینها مثل این که ما دونه دونه این آفت ها رو دارن به رئیس جمهور آینده آمریکا میگن آقای رئیس جمهور بیایید شما وقتتون رو بذارید دونه دونه این آفت ها رو بردارید، چشماشون رو روش خاک بپاشید، بعد ولشون کنید، این آفت‌ها پرواز کنن برن بخورن به دیوار، ضرب مغزی بشن، بیفتن بمیرن. خب این یه کار بسیار احمقانه، یه کاری که توی 14 دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی داشته انجام می‌شده و همیشه هم جمهوری اسلامی به ریش آمریکا خندیده و دور زده اومده رفته کارهای خودشو کرده و اونجور تحریم‌ها جواب نمیده. تحریمی که ما ازش حرف می‌زنیم، تحریم نفت، برای اینکه پول نفت ایران روی سفره مردم نمیره، توی جیب مردم ایران هم نمیره. پول نفت ایران میره مستقیما توی جیب آخوندهای حاکم بر جمهوری اسلامی و اونها این پول رو برمی‌دارن، شروع می‌کنن مردم رو باهاش سرکوب می‌کنن، تیم‌های نمی‌دونم خودشون رو می‌سازن و با اون پول رو برمی‌دارن میرن برنامه بسیار خطرناک و گرون قیمت ساختن بمب اتم رو دنبال می‌کنن، میرن از حزب الله و حماس حمایت می‌کنن، گروه‌های تروریستی در سراسر دنیا، میرن از بشار اسد حمایت می‌کنن که 500 هزار نفر از مردم سوریه رو بکشن که بخوان بشار اسد رو سر پا نگه دارن. پس این پول‌های نفت ما می‌بینیم هر چیه قیمت نفت میره بالا میشه 150 دلار، مردم وضعشون خوب نمیشه، میاد پایین میشه 9 دلار، وضع مردم تغییر نمی‌کنه، همونی که هست میمونه. پس پول نفت تو جیب مردم نمیره. این اگر توی این نامه اینا میمدن بحث تحریم نفت رو مطرح می‌کردن، گفتیم بله حالا اینا یه منظوری دارن، می‌خوام با جمهوری اسلامی بجنگن. اما چرا من حالا برگردیم به همون صحبت باطبی، آخرین پرانتز رو اینجا ببندیم، من تابلو رو گذاشته بودم بکشم این داستان تحریم نفت رو دقیقاً این فشارا چجوریه، ولی فکر می‌کنم آقای فخرآور من تصمیم گرفتم که مطالب فهرست رو بزنم برای برنامه هفته آینده، شما به مطالب تا 6 دقیقه ادامه بدید لطفاً. من واقعاً ازتون عذر می‌خوام جناب صدر و واقعاً ممنونم از این فرصت طلایی که فراهم کردید بشه با مردم صحبت بکنم. اما حالا پرانتز آخر رو درباره این آقای باطبی، ببینید من با باطبی هم سلولی بودم، دوست بودم، نزدیکترین دوست بهش بودم، ما مثل برادر بودیم با هم دیگه. کتابی که من توی اولین کتابی که از من توی دومین کتابی که از من توی لس آنجلس چاپ شد، وقتی هنوز توی زندان بودم، روی جلد عکس من و باطبی رو می‌بینید با لباس زندان و خیلی به هم نزدیک بودیم، خیلی نزدیک بودیم و هر چی داره بهتر بگم از من داره، اما واقعا نمیدونستم این رو. ما همه به عنوان نماد جنبش دانشجوی ایران نگاه می‌کردیم، شاید خودش هم نمیدونست در دام وزارت اطلاعات افتاد. برای اینکه یک چیزی وجود داره به اسم سیندروم استوکهلم که این رو تمام دنیا میشناسه، سیندروم استوکهلم که زندانیان به بازجویان خودشون علاقمند میشن. وقتی ما یعنی یه جورایی یک رابطه عاطفی بین زندانی و بازجو برقرار میشه، ولی وقتی ما زندانی سیاسی هستیم، وقتی ما در مسیر مبارزه با یک حکومتی داریم گار برمیداریم، باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم. همیشه تو گوش من زنگ میزد وقتی که دوره 8 ساله زندان خودم رو داشتم میرفتم، رفتم دیدن آقای امام‌الدین باقی، به من یه چیزی رو گوش زد کرد، خیلی همیشه تو ذهنم بود، توی جلسات بازجوییم زیر شکنجه ها همیشه این تو ذهنم بود. میدیدی یه پلیس میاد میزنه خونین و مالی میکنه ما رو تو بازجویی، بعد پلیس بعدی میاد چای میاره برامون، میگه پسرم چرا این کارو با تو کردن؟ خب این گود
کاپ بد کاپ، پلیس خوب پلیس بد، این یه چیزی همه دنیا میشناسن. ما وقتی وارد مبارزه سیاسی میشیم باید این الفبای مبارزه سیاسی و زندان رفتن اینها رو بتونیم یاد بگیریم. خب اینها دوچار این قضیه شدن، دوچار سیندروم استوکهلم شدن. خیلی از این کسایی که با ما توی زندان بودن با بازجوهاشون روابط عاطفی برقرار کردن و بعد از زندان، خب وقتی این روابط رو برقرار میکنی بعد بازجو به تو اجازه میده بیای بیرون زندان، مثلا میگی 9 سال زندان بودی آقای باطبی، تمامش رو در بیرون زندان در مرخصی به سر بردی، ازدواج کردی، سر کار میرفتی، فیش حقوقی داشتی و سفر میکردی و اون وقت خود رژیم هم برای تو روزنامه‌ها مینوشت ولی ایشون در زندان هست، در برابرش از تو چیزهایی میخواستن، باید کارهایی رو براشون انجام میدادی. و چجوری مثلا شاید بدون این که میگم بدونه توی این تور اطلاعاتی وزارت اطلاعات افتاده، خیلی باید حواسمون جمع باشه، مثلا ازش میخواستن که کمک کرده بود که ارژنگ داوودی دستگیر بشه، که ارژنگ داوودی توی یک نامه دست نوشته خودش رو برای من فرستاد بیرون که توش دقیقاً نوشته که بله احمد باطبی به اطلاعاتی ها کمک کرد و منو آورد توی دقیقاً اون صحنه که اینها ریختن و منو دستگیر کردن و حتی خود باطبی بعدش توی زندان به من گفت ببخشید من دیگه راه دیگه ای نداشتم، اینا به من فشار آوردن من این کار کردم. و ارژنگ داوودی الان 14 سال در زندانه، هنوز هم در زندانه. آقا راستی ارژنگ داوودی الان کجاست این لحظه؟ الان تبعید شده به زندان زابل و 14 سال زندانش رو در زندان زابل بدون مرخصی، بدون ملاقات، بدون حق تلفن، بدون هیچ حقی 14 سال زندان رو زیر شکنجه داره سپری میکنه و آقای باطبی ایشون رو تحویل زندان داد. حالا بیرون کشور چی؟ ایشون از کشور اومده بیرون، خب بعد بگیم اینجا دیگه کاری نمیکنه. من سال 2009 بود که همسر سابق آقای باطبی با من تماس گرفتن و مطالبی رو گفتن که من بهشون گفتم که مطالب رو بهتره به من نگید، با هم بریم پیش پلیس فدرال آمریکا. بردمش پیش FBI، من خودم مترجم این خانم بودم، خانم تارا نیازی، و نشستیم شروع کرد تعریف کردن برای پلیس فدرال آمریکا که چطور وزارت اطلاعات در تمام سالهایی که باطبی در بیرون زندان بود، توی مرخصی بود مثلا داخل ایران و بعد هم در بیرون ایران، وزارت اطلاعات همین آقایی که به اسم محمد حسن جوادی که الان داشت با باطبی صحبت میکرد که معاون وزارت اطلاعات و این آدم دائم با باطبی در ارتباط بود، روی اسپیکرفون باطبی باهاش صحبت میکرد، این خانم که همسرش بود 3 سال باهاش زندگی کرده بود با باطبی، تمام این صحبت ها رو شنیده بود و حتی وقتی باطبی به واشنگتن میاد یک شماره تلفن اختصاصی کد واشنگتن که با شماره 202 شروع میشه به باطبی داده میشه از طرف وزارت اطلاعات که با این شماره فقط با ما در ارتباط باشه، و اون شماره رو این خانم به پلیس فدرال آمریکا هم داد، رفتن چک کردن خطوط رو و دیدن بله و فقط از وزارت اطلاعات ایران داره با این آدم تماس گرفته میشه. و یکی از دلایل اخراج باطبی از صدای آمریکا 3-4 سال پیش دقیقاً همین مورد بود که FBI فهمید این آدم ها، خب حالا توی ایران بودی، زیر فشار بودی، سیندروم استکهلم بود، هر چیزی بود، الان اومدی بیرون ایران دیگه نکن، دیگه همکاری با وزارت اطلاعات نکن. و حالا من وقتی این نامه رو دیدم برای من یک زنگ خطر بزرگ بود، برای اینکه این آدم دوباره منظور همون نامه‌ای که این 3 نفر به آقای ترامپ نوشتن، 3 نفر نوشتن به آقای ترامپ و بالای همه اسم باطبی رو گذاشتن، برای اینکه میخوان بگن باطبی یک زندانی سیاسی بوده و حالا به ترامپ میخوان آدرس غلط بدن، میخوان بگن آقای رئیس جمهور ترامپ شما به جای اینکه تحریم نفت رو علیه جمهوری اسلامی بیاری، به جای اون همون کار احمقانه رو که 40 سال پیش خب آقای تفخرآور الان ببخشید، الان جناب عالی وقتمون تموم شد، متاسفانه تموم شد، اما خود شما الان با توجه به اینکه خب دیگه مشخصه دیگه شما یکی از افراد اعضای به هر حال فعال همین حزب ریپابلیکن ها بودید و ارتباط نزدیک دارید، میدونم دارید، به طوری که قبل از اتفاقی که برای وایس آف آمریکا بیفته انحلالش رو و یا تغییرات کلیش رو بیان کردید، چون میدونستید خب اگر قراره که این اولا که کسی نمیتونه رو گول نمیدونم حالا داستان چیه، ولی خب شما که لااقل در این ارتباط هستید میتونید که روشن کنید که این برنامه چیه و این نامه خب چه معنا و چه بویی واقعا داره. بگذاریم، اما آقای فخرآور اشاره کردیم در طول برنامه به یک مسئله و اونی که مسئله تولد پسر آقا مشتبه در یکی از هتل‌های لندن با اون هزینه ها و مخارج آنچنانی، و شما به مسئله خوبی اشاره کردید که کجا شاه ایران، کجا واقعا کجا شاه بود، بالاخره یه سری تشریفاتی بود بعد انجام میشد، اما کجا شاه ایران یک چنین هزینه هایی را به مردم و به ملتش تحمیل میکرد؟ آقا ولیعهد ما رضا پهلوی شاهزاده در یکی از معمولی ترین بیمارستان های جنوب شهر تهران متولد شد، به جای اینکه بره در نمیدونم بالاترین جاهای دنیا متولد بشه، و خب این خودش دلیلی برای این بود که یک مقایسه خیلی ساده میتونیم انجام بدیم. آقای فخرآور چقدر لطف کردید، چقدر استفاده شد و چقدر ممنونم از اینکه باز ادامه برنامه های ما با اعلام فهرست
آنچه که در کتاب رفیق آیت الله 700 صفحه‌ای و این کتاب مورد توجه و کتابی است که آقای فخرآور خیلی ملت نه خیلی حاکمین جمهوری خیلی عصبانیان از جناب علی به خاطر این کتاب، برای اینکه این کتاب اصلا بوی شوخی نمیده به هیچ وجه. در نتیجه از شما متشکریم و تا هفته آینده که شما را خواهیم داشت از شما متشکریم آقای فخرآور. ممنونم. درود به شما و درود به همه ایرانیان عزیز. خیلی متشکر. و در دو هفته آینده هم اخبار بسیار بزرگی را از کتاب رفیق آیت الله باز هم خواهند شنید ایرانیان عزیز، تو تمام رسانه ها خواهد پیچید. خیلی داستان داریم. مثلا حالا این گرفتاری که هست، گرفتاری که چه کنم، یعنی در حقیقت گرفتگی وقت رو از برنامه ما خواهد داشت و بنده ترجیح میدم که به جای هر مطلب هزاران بار گفته شده ای که همینجور گفتیم و تکرار کردیم و در طول سالیان سال حتی دیگه بینندگان همیهنان ما جملات ما رو دیگه از حفظن که چی میخواییم بگیم، بهتره که بپردازیم به مسائلی که سازنده است، به مسائلی که لااقل ممکنه بتونه که راهگشا باشه و جاده های بسیار ناهموار راه ما رو برای ما هموارتر بکنه. آقای فخرآور خیلی خیلی متشکر. پاینده ایران خیلی متشکر. آقای شورتی پاینده جناب عالی و همکاری خوبتون خیلی متشکر. و همینطور تشکر از همه همیهنان عزیز عالی‌قدر در تمام نقاط جهان که روز به روز بر تعداد بینندگان